رسمی که کستین سرمربی بارسلونا شد. پایان کار ارنستو والورده در نوکم. تا انتهای این گزارش با ما همراه باشید. برای دریافت ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما این ویدیو را لایک کنید. باشگاه بارسلونا اعلام کرد که با ارنستو والورده قطع همکاری کرده و که کستین را به عنوان جانشینی او انتخاب کرده است. بعد از شکست بارسلونا مقابل اتلتیکو مادرید در نیمه نهایی سوپرکاپ اسپانیا بود که شایعات اخراج ارنستو والورده قوت گرفت و در نهایت بعد از ظهر 13 جنوری باشگاه کاتالونی به طور رسمی اعلام کرد که بعد از 2.5 سال به همکاری با این مربی پایان داده است. بلافاصله هم که کستین سرمربی سابق بیتیس به عنوان جانشین او معرفی شد که کستین 61 ساله تا 30 جون 2022 هدایت بارسا را بر عهده خواهد داشت. او باید در ادامه این فصل در 3 جام تیمش را به موفقیت برساند. بارسا در لالیگا چنین بر لطف تفاضل گل بهتر نسبت بر آل در صدر قرار دارد. در لیگ قهرمان در مرحله 1/8 نهایی باید به مسافه ناپولی بروند و در کوپا دل ری نیز این تیم همچنان شانس قهرمانی دارد. استین پیش از این هدایت تیم‌های مانند ریسینگ سانتاندر، لوگرویس و لاس پالماس را بر عهده داشت و آخرین بار روی نیمکت بتیس نشست. او همچنین مدت سرمربی تیم ملی گینه استوایی بود، اما تنها بعد از یک بازی از این تیم جدا شد. 10 نکته در مورد سرمربی جدید بارسلونا. 1. کریستین فوتبال را از فوتبال ساحلی آغاز کرد و برای تیم ملی فوتبال ساحلی اسپانیا نیز به میدان رفت. 2. در زمان هدایت ریسینگ سانتاندر به او لقب الماسترو یعنی استاد داده شد و به دلیل دوران موفق حضورش در این باشگاه به عنوان بازیکن یکی از استراهای سانتاندر هم محسوب می شود. او در 2 مقطع و در مجموع 12 فصل برای سانتاندر بازی کرد و در فصل 2001-2002 هدایت این تیم را بر عهده داشت و با این تیم به لالیگا صعود کرد. 3. استین بعد از انریکه روساولو در 1961 و لورانو رویس در 1976 سومین مربی بارساست که به منطقه کانتابریا تعلق دارد. 4. استین در دوران بازی 22 بازی مقابل بارسا انجام داد و 5 پیروزی 5 تساوی و 12 شکست داشت، ضمن اینکه 2 بار دروازه بارسا را باز کرد. 1 بار در فصل 1990-91 در پیروزی 2-1 بارسا مقابل لوگرونیز و بار دیگر در پیروزی 5-0 ریسینگ مقابل بارسا در فصل 1994-95. 5. او به عنوان سرمربی 7 بار مقابل بارسا قرار گرفت و 6 شکست و تنها 1 پیروزی به دست آورد. تنها پیروزی او در فصل 2018-2019 در نوکم رقم خورد. 6. او به عنوان مربی روی نیمکت تیم‌های ریسینگ سانتاندر، پولی اوخیدو، لوگرویس، لوگو، لاس پالماس و بتیس نشست. او همچنین برای یک بازی سرمربی گینه استوایی بود. 7. یک بار کستین برای دیدار از نوکم به بارسلونا رفته بود، سرخیو بوسکس پیراهنی به او هدیه داد که روی آن نوشته شده بود: تقدیم به کیکه با عشق و تحسین به دلیل شکلی که او به فوتبال نگاه می‌کند. 8. استین با تعداد از بازیکنان سابق بارسا مانند بارترا، کاتوم، تیو، سانابریا، آرخو، هلیلوویچ و کوین پرنس بوتینگ بود. همچنین جونیور فریپا بازیکن فعلی بارسا هم زیر نظر او کار کرده است. 9. سرمربی جدید بارسا زمانی در توصیف لیونل مسی گفته بود او بازیکن لاکچری و بهترین بازیکن تاریخ هست. 10. یکی از علاقمندی هایی که استین بازی شطرنج هست و مقابل دو ستاره سابق شطرنج دنیا آناتولی کارپوف و گاری کاسپاروف هم بازی کرده است. سپاس از اینکه تا انتها با ما همراه بودید. شاد و خرم باشید.